افغانستان پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی طی نزدیک به 5 سال گذشته فراز و فرودهای زیاد را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پشت سر گذاشتانده است. از این رو هویداست که این نوسان ها به گونه مستقیم و غیر مستقیم روی روند سرمایه گذاری ها نیز تأثیر داشته است. حکومت وحدت ملی در اوج این نوسان ها سال 2018 میلادی را سال عمل نامید و انتظار می رفت که میزان سرمایه گذاری در کشور به 15 میلیارد دلار برسد. اما سیگر در گزارش تازه خود افغانستان را در میان بدترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در رده دوم قرار داده است. در برنامه کنونی روی وضعیت سرمایه گذاری ها در کشور بحث می کنیم که دلایل عمده این سقوط چیست؟ دستاوردهای حکومت وحدت ملی در بخش سرمایه گذاری ها چی بوده است؟ و در نهایت آیا تلاش های انجام شده از سوی حکومت برای سرمایه گذاران کشور قناعت بخش است؟ بیننده های عزیز سلام، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان بریمل جریان، رئیس تحلیل و انکشاف تجارت در وزارت صنعت و تجارت، آقای توفیق داوری، معین اتاق تجارت و صنایع، آقای زبیولا زیارمل، معاون اول اتاق تجارت بین المللی و آقای جارالله منصولی، وزیر پیشین انکشاف و دهات. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای جریان، بحث با شما آغاز میکنیم. با اینکه گزارش را اخیرا سیگر نشر کرد از بدتر شدن وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان، اما تحلیل حکومت افغانستان از وضعیت سرمایه گذاری در داخل افغانستان چی است؟ تشکر از شما. با عرض سلام خدمت شما میمانان عزیز و بیننده ها. در ابتدا می خواهیم بگویم که بدون شک جلب تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ها به کشورهای رو به انکشاف و سایر کشورها در حقیقت و بخصوص کشورهای رو به انکشاف در عرصه تطبیق پروژه های انکشافی، افزایش تولیدات، افزایش درآمد ملی، بخش اشتغال زایی بسیار مهم است و حکومت هم در این راستا تلاش های کرده، دستاوردهایی بوده. در کل پالیسی هایی که روی از او کار میشه، این پالیسی ها میتونه به نوع خود حمایت کننده و تشویق کننده سرمایه گذاری ها در افغانستان باشه. در پالوی از این چالش های هم موجود هست که بدون شک این چالش ها باعث از این میشه که این سرمایه گذاری ها یعنی اعتماد کامل بر محیط نداشته باشن و ای که در بعض موارد باعث شود که سرمایه گذاری ها دوباره پس خارج شد. اما پالیسی هایی که موجود هست و دستاورد هایی که انجام شده، به طور مثال ما در سالهای اخیر یکی از فرصت های خوب را به خاطر اعتبار دهی به محیط افغانستان در قسمت جلب سرمایه گذاری ها که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی هست ای انجام شده. اما آقای جریان، یک پرسش ایجاد میشه، با وجود این همه تلاش ها چرا مثلا نتیجه مثبت نداشته و ما وقتی گزارش سیگر نشر میشه به جای از اینکه نشان بده که ما پیشرفت داریم در عرصه سرمایه گذاری بلکه یک افت بسیار فاحش را ما میبینیم؟ خب طبیعی است در نقاط مختلف، در ساحات مختلف، نوساناتی که به وجود میآید یا شرایطی که به وجود میآید او تاثیرگذار بالای سرمایه گذاری ها هست، ولی در کل اما پوششی که در سایه پالیسی ها یا در چارچوب حمایت حقوقی و مقرراتی از سرمایه گذاری ها موجود هست، این هم میشه به عنوان یک فرصت و به عنوان از این که اطلاع دهی شوه بر از اون سرمایه گذاری ها، این موارد مد نظر گرفته شوه، سر از این موارد بحث شوه و در حقیقت این موارد تشویق کننده بر سرمایه گذاری ها هست. چگونه است وضعیت سرمایه گذاری؟ آنچه را که آقای جریان تشریح کردن واقعا همو گونه است یا آنچه را که سیگار بر ما و شما در گزارش ارائه کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستای بسیار بزرگوار، در بحث بیننده شما و همچنان مردم افغانستان. ببینین، من فکر میکنم به خاطر رشد اقتصادی در کشور، اگر مشخص سر مبود اقتصادی و سرمایه گذاری اگر ما بحث بکنیم که اقتصادی که از ابعاد بسیار مهمه و حیاتی در یک کشور، در یک جامعه و بالاخره در تمام دنیا است، اگر سر از این بحث بکنیم، ما ضرورت داریم در اول همون چیزی که ما هدف داریم برای او باید ما یک برنامه مشخص و جامع و واضح را
با در نظر داشت امکانات و فرصت ها و منابع و با در نظر داشت تثبیت زمان از او و همچنان با در نظر داشت مسائلش که ما در کوتاه مدت از امروز تا بعد چند روز بعد در کجا باید باشیم، همچنان برنامه میان مدت و دراز مدت داشته باشیم. خب حداقل در 5 سال عمری که از حکومت گذشته اون چیزی که آقای جریان هم به او اشاره کرد، این فرصت ها رو حکومت تونسته توزیع بده. ما عرض میکنم خدمت شما، تا ما تا حد زیادی را فرصت ها و امکانات را در داخل افغانستان داشتیم، چی در بخش معدن، چی در بخش زراعت، چی در بخش ترانزیت، توریسم و سایر موضوعات دیگه ما امکانات بسیار زیادی داشتیم. ولی متوجه باشیم در این زمان ما با چالش های زیادی هم روبرو بودیم، خصوصا در 5 سال اخیر یا چیز کم 5 سال اخیر دوره حکومت وحدت ملی اگر بگویم، بدبختانه ما بسیار فرصت ها را هم از دست دادیم. چالش ها و مشکلات واقعا زیاد بوده، ولی مستلزم یک مدیریت بسیار خوب بود و یک برنامه طرح شده بسیار خوب بود که متاسفانه نتانستیم. یعنی در حال حاضر مشخصاً اگه شما اشاره کنید مشخصا هدفتان از نبود امنیت است یا مشخصا چالش هایی که در داخل خود شما اگر اجازه بدین، نبود امنیتی یکی از چالش های بسیار عمده است در افغانستان. متاسفانه نبود امکانات زیرساختاری مشخصا برای سرمایه گذاری، باجگیری ها، فساد اداری، در پهلوی ازی مشکلات سیاسی داخلی که خود حکومت به او تا حد دست و گریبان است. تمام از اینا مسائلی است که واقعا چالش زا بوده و مانع جدی فرارای فعالیت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان شده. این موارد خشکسالی را اگر ما بگویم تا یکی دو سال، همونطوری که بانک جهانی پیشگویی کرده که افغانستان از 2.8 به 2.5 افت خواهد کرد رشد اقتصادی افغانستان که پیشبینی بانک جهانی است و این علت ازیرا چنانچه اونا هم گفتن که یکی خشکسالی است و یکی انتخابات پیشرو و در پهلوی ازی بدامنی و چالش های داخل سیاسی که حکومت افغانستان با او دست و گریبان است، متاسفانه این متاثر کننده است. ما شاهد سرمایه گذاری های بسیار خاصی نیستیم، خصوصا در قسمت آنچه را که سیگار در گزارش خود انعکاس داده، خصوصا در بخش سرمایه گذاری های کوچک و متوسط. این سرمایه گذاری های شما میفهمین که بیشترین کار و بیشترین فرصت و اشتغال همی سرمایه گذاری های متوسط کوچک ایجاد میکنه، بالاخره به سرمایه گذاری های بزرگ اینا تبدیل میشه. اینا بسیار متاثر هستند، چی در بخش ترانسپورت است اگر این سرمایه گذاری ها، چی اگر در بخش مثلا خدمات است یا مثلا در بخش ساختمان و در دیگه سکتور است. اینا اصلا شاهد یک رشد قابل ملاحظه از این نبودیم و با توجه به نبود امکانات که باز هم در پهلوی سایر مشکلات و چالش ها ما هنوز مشکلات قانونی داریم، یعنی از لحاظ مسئولیت قانونی و حقوقی یا مسائل قانونی از او است هنوز هم. خب آقای جریان گفتن که اینا ریفرم یا همو اصلاحات حقوقی را، بله ریفرم است، ولی هنوز هم تا یک حد را دست و پاگیر از قوانین ما، هنوز هم ما دولت نتانسته یک بستر. ما فکر میکنم به خاطر تشویق سرمایه گذاری چیزی که در پالوی سایر مسائل بسیار مهم است، دولت باید آنچه ما همیشه خواستار از این بودیم، دولت باید یک پکیج، یک بسته تشویقی را داشته باشه برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی. در اوجه تشریح شوه که در اینی سکتور دولت اینی مشوقه ها را داره، در این سکتور اینی را داره. همونطوری که ما همیشه میگیم که سرمایه گذار یا تاجر خاصیت یک پرنده را داره، او زمانی که از هوا میبینه که در کجا درخت سرسبز است، آب در کجا است، سایه خوبش در کجا است، فرصت برای زندگی ما کجاست، و نموجه می زندگی میکنه. چه عوامل بیشتر سبب شده که در گزارش سیگر ما یک افت بسیار کاهش را داشته باشیم؟ فکر میکنین آنچه که به عنوان چالش در حکومت وحدت ملی پنداشته میشه که اختلافات سیاسی است، فساد است و ناامنی است، اینها سبب شده یا موارد خاص دیگه است؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما، خدمت میهمانان حاضر در برنامه و خدمت بیننده تلویزیون شما. من قبل از اینکه به پاسخ شما سوال یک مطرح کردیم بپردازم، چند تا نکات مهم و عمده که در راپور سیگار
به نشر رسیده خدمت شما عرض میکنم. البته راپور سیگار بر مبنای راپور بانک جهانی که همه ساله با نام دوینگ بزنس مطالعات خود در سر تا سر دنیا تمام اقتصادهای عقب مانده رو به انکشاف و کشورهای توسعه یافته را این ارزیابی میکنن و به اساس از او بعضی شاخص ها و ایندیکیتورهای مشخصی که وجود داره به اساس از او اینا تعیین میکنن جایگاه کشورها را که از نظر سرمایه گذاری، از نظر بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری، از نظر نرخ بیکاری، از نظر نرخ بهره بانکی و موارد دیگه که باعث میشه جلب سرمایه گذاری خارجی پایین تر شوه یا بلندتر شوه، اینا در گزارش خود. پس به اساس آقای زیارمل، گزارشی که از طرف سیگار نشر شده یک گزارش با اعتبار است، قابل توجیه نیست؟ کاملا ما مطمئن هستم این گزارش با اعتبار است، بخاطر از اینکه بنیاد از این به اساس همون راپور بانک جهانی است که به اساس دوینگ بزنس است و به اساس از این گزارش سیگار که ما چند روز پیش به نشر رسید، ما مطالعه کردم افغانستان بدترین کشور بر سرمایه گذاری اینا جایگاهش قرار دادن و این یک گپ نو نیست. یعنی در سالهای گذشته هم ما جایگاه مناسبی از نظر راپور بانک جهانی ما نداشتیم. قسمی که در سال 2014 زمانی که حکومت وحدت ملی تازه شکل گرفته بود و شخصا ما هم به نمایندگی سکتور خصوصی افغانستان در جمع 20 نفر به کنفرانس لندن که اولین کنفرانسی بود که بعد از شکلگیری حکومت وحدت ملی به لندن راه اندازی شد و جامعه جهانی حضور داشتند، در یکی از روزها که به نام private sector round table conference بود یا کنفرانس میزگرد سکتور خصوصی ما اشتراک داشتیم که دکتر صبغنی، دکتر صبغ عبدالله حضور داشتن و نماینده های جامعه جهانی هم حضور داشتن، از سکتور خصوصی افغانستان و سکتور خصوصی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم حضور داشتن و دقیقا چند روز قبل از کنفرانس لندن هم امی راپور بانک جهانی به نشر رسیده بود و در اونجا جایگاه افغانستان در 176 کشور جهان فکر کنم 168 یا 169 قرار داده بودند که در او زمان هم افغانستان به عنوان بدترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری داخلی منصوب شده بود و ما نگرانی خود ابراز کردیم و شخصا خود من از جناب دکتر صبغ غنی پرسیدم که دکتر صبغ شما در وضعیت برای سرمایه گذار خارجی پیام میگذارین که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنین که افغانستان بدترین کشور برای سرمایه گذاری شناخته شده، ما به خاطر از اینکه یک امتیاز فوق العاده ای را برای سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم ما نیاز به استراتژی انکشاف اقتصادی 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله و 20 ساله داریم که در چوکات از این و یا در چهار چوکات همی استراتژی خود ما شاخص های مشخصی را که باعث عقب ماندگی اقتصادی ما شده، باعث افت اقتصادی شده، اونا را ما باید هدف قرار بدیم و به خاطر حل از او ما زمینه ها و بستر خوب و مناسب به خاطر سرمایه گذاری باید مساعد بسازیم. بدبختانه امروز افغانستان در جمع کشورهایی است که میزان سرمایه گذاری خارجی یا همو FDI که برش میگن به صفر تقرب کرده و دلایل از این بعد از تحولات سال 2014 زمانی که نیروهای خارجی پلان و یا پالیسی خود بیان کردند که ما قرار است در ختم 2014 افغانستان ترک بکنیم، وضعیت سیاسی ما تاثیر مستقیم بالای وضعیت اقتصادی ما میگذاره. اما اگرچه برنامه ترک نیروهای خارجی از افغانستان دوباره پس منحل شد و اینا حضور خود تا سالهای بعد از 2020 هم تضمین کردند، اما بالای سرمایه گذاری خارجی تاثیر بسیار مستقیم داشت. در چنین وضعیت ایجاب میکنه تا حکومت افغانستان در قدم اول به خاطر جلب سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ها و یا چارچوکات مناسب را به خاطر جلب سرمایه‌گذاری خارجی مساعد بسازند. چالش‌ها و یا مشکلات اساسی که فرارای سرمایه‌گذاری در افغانستان قرار داره چی است، من خدمتتون عرض می‌کنم. در گام اول ما قوانین و پالیسی‌های مشخصی که حمایت بکنه سرمایه‌گذاری، تشویق بکنه سرمایه‌گذاری خارجی را امروز در افغانستان وجود نداره. ما استراتژی انکشاف اقتصادی برای 5 سال، 10 سال، 15 سال و 20 سال خود ما نداریم که در گام اول نیاز مبرم بسیار جدی است به خاطر موجودیت چنین استراتژی. ما در کشوری هستیم که از نظر فساد درجه بسیار بلند نداریم متاسفانه. ما کشوری هستیم که دسترسی به زمین به خاطر یک سرمایه گذار به اندازه به شکل ساده وجود نداره. موجودیت پارک‌های سنتی در این کشور وجود نداره. ما ساحات تجارت آزاد تا به امروز هم در افغانستان نداریم که اخیراً ما یک پیشنهاد را به جانب حکومت پیشکش کردیم به خاطر طرح ایجاد ساحات تجارت آزاد در کشورهایی که قرار است سرمایه‌گذاری خارجی باید جذب شوه و حمایت شوه. اونا در یک وضعیتی که مثل افغانستان که وضعیت نامعین است، وضعیت نامعین اقتصادی است، سیاسی است، در چنین یک وضعیت هیچ نوع سرمایه گذار خارجی و یا داخلی جرأت نمیکنه بیاد در افغانستان سرمایه گذاری کنه. حداقل برای شما به عنوان یک بازرگان اصلاحات اقتصادی را که حکومت افغانستان عملا ایجاد کرده
که بخش از اون آقای جریان هم اشاره کرد یعنی برای شما قابل قبول نیست. خب حکومت تلاش کرده که اصلاحات لازم اقتصادی را ایجاد بکنن، اما این اصلاحات اقتصادی به خاطر از اینکه ما بتونیم سرمایه‌گذاری خارجی و داخل جذب کنیم و قسمی که دکتر صفغنی شعار دادن که ما سال 2018 سال عمل نامیدن و هدفی بود که ما 15 میلیارد دلار در افغانستان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری با شعار نمیشه. سرمایه‌گذاری نیاز به عمل داره. وقتی که ما سال 2018 را به نام سال عمل یاد میکنیم، ما در عمل باید نشان بدیم که اول ما جایگاه و بستر مناسب باید مشخص کنیم برای سرمایه‌گذار خارجی که شما در کجا سرمایه‌گذاری کنید. آقای منصوری، آنچه را که آقای زیارمل هم به بخش از او اشاره کرد، حداقل در این 5 سال وقت شما توجه کرده باشین، رئیس جمهور غنی در همه سفرهایی که بود اقتصادی در او مطرح بوده از فرصتها یاد کرده و تشویق کرده اونا را که بیای به افغانستان سرمایه گذاری بکنن. اما پرسش اینجا ایجاد میشه که زمینه مناسب واقعا در داخل افغانستان وجود داره و یا حکومت وحدت ملی چنین زمینه را ایجاد کرده که کشورهای خارجی علاقمند شوند، شرکت‌های چند ملیتی بیان و اینجا یک بخش بزرگ از سرمایه خود سرمایه گذاری بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به نوبه خود خدمت مهمانای بزرگوار در بس و خدمت شما عرض سلام و احترام دارم و از طریق تلویزیون محترم شما برای بیننده های عزیز. از اینکه بحث یک بحث تخصصی و اقتصادی است، ما بهتر میدانم که روی سه موضوع باید تمرکز بکنیم تا که هم بیننده ها مفهوم بگیرن مطلب و هم حق برنامه شما ادا شود. اول است که به عنوان یک پرسش بعدی را مطرح بکنیم که آیا حکومت وحدت ملی سیاست را در خدمت اقتصاد گذاشته یا اقتصاد را در خدمت سیاست؟ یک پرسش ای هست. پرسش دیگه ای است که 21 شاخصی که برای سرمایه گذاری نیاز است، حال در تمام کشورها شما وقتی که به قانون اساسی کشورها نظر می اندازین، در اونجا ماده ای را در می یابین که قانون اساسی کشورها دولت ها را مکلف به جذب سرمایه گذاری می کنن. وقتی که میگین جذب سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری، 21 شاخص عرض اندام میکنه و این 21 شاخص میخواه که تأمین شوه تا محیط سرمایه گذاری میسر شوه. زمانی که 21 شاخص میسر شد، فراهم شد، بعد شما گفته میتونین که این کشور برای سرمایه گذاری خوب است یا بد. مسئله سوم که ما میخواهیم مطرح بکنم این است که گزارش سیگار از کدام بود است. ای درست است که گزارش سیگار بر اساس اون گزارش بانک جهانی است که سالانه در رابطه با کشورهای کم توسعه یافته یا رو به توسعه ارائه می کنند. ما به عنوان نقطه مثبت در پاسخ به پرسش اول خود ای گپ مطرح می کنم که حکومت وحدت ملی رئیس جمهور افغانستان خواسته که سیاست را در خدمت اقتصاد بگذاره. کشورهایی که سیاست را در خدمت اقتصاد گذاشتن برشتی بسیار بزرگ اقتصادی دست یافتن. نمونه بسیار کلانش میتونیم از کشورهای مانند هندوستان یاد بکنیم، مثل مثلا ترکیه تا یک حدی، چون این کشورهایی هستند که موفق بودن در جذب سرمایه گذاری و بستر سازی زمینه گذاری. چرا ظاهرا نتایج مثبت این موردی که شما اشاره کردید رو نداشت؟ من خدمتتون میگم یک نقطه مثبت ای هست که حکومت وحدت ملی سیاست را خواسته در خدمت اقتصاد قرار بده. اما در پاسخ به پرسش دومی خود میخوایم بگم که آیا 21 شاخص یا 21 پیش شرطی که برای یک محیط سرمایه گذاری نیاز است، اول زمین است، زیربناهاست، انرژی است، حمایت دولت از سکتور خصوصی است، پالیسی های مشوق سرمایه گذاری است، خب قوانین که پیشتر دوستا یاد کردن که هر کدامی از این را به بررسی بگیریم و پهلوی یک بگذاریم، اینا 21 تا میشن. اینی نقطه است که ما بحث بکنیم که در 21 پیش شرط و 21 شاخص اگر بنامیم، چند تا این شاخص ها در افغانستان آماده هستند تا سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی را بگوییم که بیاین آل محیط سرمایه گذاری در افغانستان مناسب است، شما سرمایه گذاری بکنین. زمانی که قانون اساسی دولت مکلف به جذب سرمایه گذاری میکنه، اینجا یک معنای مستقیم داره و معنای غیر مستقیم داره. معنای غیر مستقیمش ای است که دولت مکلف به آماده سازی و فراهم سازی ای 21 پیش شرط
یا 21 شاخص است. در تمام کشورهای دنیا زمانی که سرمایه گذاری به بررسی گرفته میشه، این 21 شاخص به عنوان چک لیست است. چک لیست دانموز که کشورها میبینن، بله، اولین عنوان امنیت تامین است، بله، زمین، بله، انرژی، بله، تا 21م که کلی از این بله شد، بازی کشور میتونه بگویه که بسیار براحتی بگویه که کشور ما بستری آرام و بستری خوبی برای سرمایه گذاری آماده داره. هموز که شما میبینین که سرمایه دنیا به همه کشورها تراوش میکنه، میآید. به طور مثال ترکیه، امروز شما هم از افغانستان سرمایه را به ترکیه میبرین، عرب ها هم از امارات متحده عربی که یک زمانی تا امروز هم یک گذرگاه اقتصادی کلان هستند، یک معبر اقتصادی بزرگ هستند، اینها هم میبرن به ترکیه. دلیلش چی است؟ دلیل این است که این 21 شاخص را اینا آماده ساختن، فراهم ساختن و این بیشتر مساعد شده. حال در افغانستان بیاین که صادقانه و بسیار واقع بینانه این را بررسی بکنیم که از این 21 شاخص کدامش آماده است و کدامش نیست. بعد میرم به نقطه سومی که ما در رابطه با گزارش شکار خدمت شما عرض کردم. خب از این 21 تا فکر میکنین چند تاش فعلا در افغانستان؟ امنیت مشکل داره. تامین امنیت کاری نیست که به دست حکومت افغانستان باشه، ایره مردم افغانستان باید بدانه. بازی های امنیتی ارتباط میگیره به بازی های منطقوی و بازی های جهانی. حکومت افغانستان یک اجماع منطقوی را تا حد موفق شد که برای تامین امنیت بیاره و شما دیدین که آمریکا بالای پاکستان حداقل فشار آورد که دیگر حمایت دست از حمایت لانه های تروریستی برداره و در صلح افغانستان، در پروسه صلح افغانستان کوشش بکنه. یک موضوع. موضوعی که ارتباط میگیره به خود ما افغان ها و به حکومت ما، آیا در این موارد ما موفقیت داریم یا نداریم؟ مثلا زمین. زمین در افغانستان یک معضل بسیار کلان است. تا وقتی که معضل زمین در افغانستان حل نشه، شما به تاجر، به سرمایه گذار زمین داده نمیتونین، ساحات آزاد تجارتی ساخته نمیتونین و زمین های تجارتی را فراهم کرده نمیتونین. دوم برق است. برق ما مشکل داره. ما برق وارداتی داریم. آیا به یک کشور صنعتی و یک کشوری که میخواد بره به طرف صنعتی شدن زمینه ای مسائل سرمایه گذاری و تجارتی را فراهم بسازه، با برق وارداتی امکان داره؟ یا ایست که از منابع آبی خود باید استفاده بکنیم؟ در این زمینه شکی نیست که حکومت کارهایی را کرده، ولی ای به کمک های خارجی نمیشه. ما میخوایم یک گپ خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم که در تاریخ ثابت شده و تجربه کشورها نشان داده، کمک های خارجی زیربناهای شما را نمی سازه. زیربناهای اساسی را خود شما می سازین، سرمایه ملی تان می سازه و مدیریت درست منابع ملی زیربناها را می سازه. ما بند و انهار و زیربناهای اساسی را خودمان می تانیم بسازیم. اما مشکل در فرارای حکومت چی است که نمی تانه زیربناهای اساسی را خود حکومت بسازه؟ خصوصا حکومت در این امر شکی نیست که حکومت وحدت ملی تنها مقصر نیست. یک زمان ما هم در این کابینه عضو بودیم، دوری کرزی صاحب، تقصیر به او حکومت هم برمیگرده. یعنی باید حکومت کرزی صاحب اون زمان، ماهایی که در اون زمان بودیم، باید ماها از اون پول فراوانی که سرازیر شده بود برای ساختار زیربناهای اساسی استفاده میکردیم. خب متاسفانه این قوت زیارمل هم به او اشاره کرد که درست است. این 21 شاخص را که شما اشاره کردین، وقتی حکومت میفهمه که از این 21 شاخص یا چکلست آماده نیست، چطور باز شعار میته، جامعه جهانی را تشویق میکنه که بین به سرمایه گذاری؟ پس آن چیزی که آقای زیارمل گفت درست است که یک شعار است، یعنی جنبه عملی نداره. صدای حکومت در این راستاست فعلا که ما را همکاری بکنین در ساختاری یا در فراهمسازی 21 شاخص، که به نظر ما تاریخ پیشتر هم گفتم که هیچ کشور آمده برای شما فقط گندم کشت نمی کنه، شما را یک نان تیار می ده. یک نان می ده که امون لحظه می خورین، گرسنگی تان رفت می شه، ولی زمینی لامزروی شما را آماده برای زراعت نمی سازه. این کار خود شماست، این کار خود ماست. آن چیزی که در آماده سازی و فراهم سازی 21 شاخص برای فراهم سازی بستری سرمایه گذاری در افغانستان ارتباط میگیره، یه عیب برمیگرده به ما افغان ها، نه تنها به حکومت بلکه به ما افغان ها هم برمیگرده. ما تا به کی گریس نباشیم؟ حکومت داره کوشش های خود میکنه، اما مشکل حکومت است که پیشتر هم دوستان اشاره کردن،
مشکل حکومت است که در بین خود در میان خود به یک تفاهم و توافق نمیرسن و هیچ گاهی مثل ما و شما و ششته ای طور بحث نمیکنن که برادر گرسنگی مردم دلیلش چیست. آقای زیارمل میفهمن، آقای داوری میفهمن که گرسنگی مردم دلیلش چیست. ما برای شما میگم و با جرأت میگم گرسنگی مردم دلیل شمی هست که هیچ یکی از این 21 شاخصه ای که ارتباط به سرمایه گذاری و بستر سازی سرمایه گذاری میگیره آماده نیست. تشکر. و ایرم با جرأت میگم که هیچ دولت خارجی این زیربناها و این زیرساختارها را به ما نمیسازن، نه خط آهنی ما را میسازه، نه سرک ما را میسازه، نه میدانهای هوایی ما را میسازه، نه بند انهار ما را. این را باید خود ما بسازیم. اما میایم به پاسش به این نقطه که چرا سیگار از کدام زاویه گزارش میده. ما میخوایم خدمت مهمانای عزیز و بیننده ها عرض بکنم که از یاد نبریم که سیگار یک اداره تفتیش است، یک اداره بازرسی است. کمک های ایالات متحده آمریکا را با بازرسی میگیره، با تفتیش میگیره، بررسی میکنه از چند نگاه که این کمک ها بالای زندگی مردم چقدر تاثیرات مثبت داشته، این کمک ها چگونه به مصرف رسیده و در تامین امنیت چه نقش داشته. طبیعت کاری سیگاری هست، طبیعت کاری سیگاری است که باید خلاها را دریافت بکنه و زمانی که خلاها را دریافت میکنه و او خلاها را بسیار بزرگ انعکاس میده، کانگریس ایالات متحده آمریکا اینا را آفرینی میده. من برای آفرینی گرفتن از کانگریس ایالات متحده آمریکا سیگار همیشه مسائل را بسیار بغرنج و بزرگ و خطرناک جلوه میده. کانگریس ایالات متحده آمریکا میگه که آفرین آفرین، شما یک اداره بازرسی کننده هستین، شفافیت را تامین میکنین و صداقت کامل خلاها را بیرون میکنین، مردم افغانستان فاسد هستند، حکومت افغانستان فاسد است. این فساد، ما نمیگیم که فساد نیست، هیچ وقت انکار نمیکنیم فساد نیست. گزارش سیگار هم از بعد فساد است، از بعد بروکراسی هست و از بود امنیتی است و مهمترینش بغرنجی و دست پایگیر بودن قوانین ماست. آقای منصوری، اگر واقع بینانه ببینیم با او 21 شاخص را که شما اشاره کردین که عملا هیچ یکش فراهم نیست. چگونه میتونیم توجیه بکنیم که گزارش سیگار هم درست نیست؟ من نمیگم گزارش سیگار درست نیست، من میگم سیگار به اندازه گزارشات بغرنج و فکر میکنن بزرگنمایی شده، بزرگنمایی میکنن به خاطر اینکه ما نباید مردم افغانستان را مایوس بکنیم. ببینین افغانستان داشته های زیادی داره. درست است که نظامی که دیروز ما بودیم، من میگم دیروز نظامی که ما بودیم تقصیرات خیلی زیاد داشته، نظامی که امروز است تقصیرات خیلی زیاد دارن، ولی نظامی که فردا میآیه از تقصیرات این دو تا نظام باید بیاموزه و مردم را ببره به طرفی بالاخره تعالی و ترقی و رفاه و انکشاف. جمله آخری من این است که نمیگویم که باید ما گزارش سیگار نادیده بگیریم. نادیده گرفتنش انصاف نیست و 100% قبول کردنش هم ثواب نیست. تشکر. آقای جریان، واقعا 21 شاخصه که در اینجا اشاره شد که بخشش آقای منصوری گفتن و بخشش هم آقای زیارمل، یعنی هنوز در داخل افغانستان مساید نیست برای سرمایه گذاری؟ خب بدون شک که بعض مشکلات موجود هست، تمام 21 شاخص در یک گام ریفرم نمیشه. حالا داخل از 21 شاخص چند شاخصش فعلا آماده است؟ حالا من میخوام که با جزئیات چند سنت عمده که در پلان تطبیق از او ریفرم از این شاخص ها منعکس شده و پلان تطبیق از او از سال 2018 شروع شده، این پالیسی ها بر 5 سال هست، از سال 2018 تا سال 2023. من اگر کمی به جزئیات از یاد برم، افغانستان بر اولین بار استراتژی انکشاف صادرات ساخت. استراتژی انکشاف صادرات او پلان تطبیق مشخص داره. در بخش از این استراتژی به خاطر حمایت و جلب سرمایه گذاری ها به منظور افزایش تولیدات داخلی که بالاخره منجر به صادرات میشه، پلان مشخص در اونجا انعکاس یافته. پالیسی ملی تجارت افغانستان نهایی شده، این هم یک پالیسی 5 سال است، یعنی همی که میگم که سال عمل یا مرحله عمل هست، اینا چیزایی هستند که عملا انجام شده. ما بر اولین بار استراتژی که از سال 2016 الی سال 2031 بر 15 سال استراتژی پس الحاق و سازمان تجارت جهانی با یک پلان عمل منظم هست، ترتیب شده، عملی هست. امیال فعلا و استراتژی انکشاف اقتصادی چون میام به جزئیاتش میام
و موضوع دیگه که از برنامه دارای اولویت ملی برای انکشاف سکتور خصوصی، یکی از سندهای مهم است که این هم در دو مرحله پلان عمل داره، 18 ماه و بر 5 سال این هم ترتیب شده. در پلان عمل در رابطه با شاخص هایی که اونا به نوع از آنها تشویق کننده، حمایت کننده از سرمایه گذاری ها هستند، چی طور و به چی گونه انعکاس یافته؟ موضوع دسترسی به برق که یکی از مشکلات اساسی و یکی از نیازمندی های اساسی برای جلب سرمایه گذاری ها هست، مشخصا در پلان عمل انعکاس یافته. دسترسی به زمین برای از یک پلان عمل واضح و مشخص جور شده تطبیق میشه. مشوق های مالیاتی، مشوق های تعرفوی و موضوع انکشاف زون های اقتصادی و زون های پروسس صادرات، اینا تماما در پلان عمل گنجانیده شدن. در بعض از این اسناد را که من یاد کردم، در بعض موارد اقدامات صورت گرفته، یعنی امی شاخص هایی که تا فعلا ناقص هست یا دچار مشکل هست داره آستا آستا ریفورم میشه و اینا به نوع از آنها خود حمایت کننده و تشویق کننده سرمایه گذاری ها هستند. یعنی افغانستان در این مرحله این موارد را که شما میکنه. در این استراتژی ها اشاره کردین، یعنی میتونه پاسخگوی آنچه را که آقای داوری به اشاره کردن که یک بسته تشویقی مشخص بر سرمایه گذاری وجود نداره به او پاسخ بده؟ بله، به دلیل از این که ما در هر یک از این پالیسی ها ساحات مشخص را شناسایی کردیم، ادارات مسئول شناسایی کردیم، اونا برنامه های خود در امی پلان گنجانیده هستند و از این بسته های جور شده که ساحات مشخص، فرصت های مشخص و چطوری فرصت ها آگاهی دی شود. یک موضوع بسیار عمدهی است که در بعض موارد فرصت به وجود می آید، اما امو زمینه کمی فرصت آگاهی دی شود و تشویق شوند سرمایه گذارا سکتور خصوصی که از این فرصت ها استفاده کنند در یک خلا موجود بوده. فعلا امو برنامه آگاهی دهی و ارتباط با سکتور خصوصی هم تشویق شده، حمایت شده و ناگفته نمانده که بخش از این پالیسی ها منعکس از بالای تقویت ظرفیت نهادهای مسئول در خصوص حمایت و تشویق سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات. تشکر آقای داوری. یعنی گفتند که بسته های انکشاف به خاطر تشویق سرمایه گذارها روی دست است، بخشش عملی شده و بخشش هم قرار است عملی شود. یعنی این موارد فکر میکنین پاسخگو است به اون نیازهایی را که شما مد نظر گرفتین برای سرمایه گذارها؟ خب در کل اگر بگویم، بعضی اقدامات بسیار محدودی که شده، یک چیزی را که اگر شما در گزارش سیگار اگر من اشتباه نکنم آغاز کاره یا آغاز یک فعالیت یک تشبس، متاسفانه اونا از رتبه 42 تقریبا به 107 افغانستان متاسفانه افت کرده در آغاز یک تجارت. ما یک چیزی را که واضح باید بگویم، دقیقا دسترسی به جواز تجارتی که یکی از قدم های اول آغاز تجارت است، واقعا در این قسمت با ایجاد مرکز واحد جواز سهولت آمده، ولی تنها همی جواز نیست که آغاز کار تجارت باشه. همونطوری که دوستا گفتن سایر امکانات مثلا زمین، امنیت، برق، تسهیلات حقوقی یا قانونی، دسترسی به قرضه، تامین امنیت فیزیکی در پالوی ازی، مشوقهای پالیسی های تشویقی، تمامی مواردی است که به سیگار به اساس ازی که متاسفانه حال وجود نداره افغانستان افت کده به رتبه 107. ما گفته میتونم که در پالوی ازی که یک سهولت بر جواز آمده و استراتژی ملی صادرات واقعا که یک گام و اقدام بسیار خوبی است که نهایی شده، ایجاد دهلیزهای هوایی، یعنی کارهایی که شده هم باید از او یادآوری کنیم، کمک میکنه به رشد اقتصادی افغانستان. ولی در پالوی ازی ببینین سایر اقدامات، اگر ما دسترسی به زمین اگر معیار قرار بتیم، بیاین یک مشکل ازی است، هنوز دولت افغانستان با غاصبین دست و گریبان است. هنوز گرچه ما اداره اراضی داریم تا حد زیاد کار کرده، همرو هنوز زمینای دولتی افغانستان خود دولت بالای از او حاکمیت نداره و هنوز اگر بگویم به شکل کاتگورایز نشده زمین
زمین رهایشی و زمین زراعتی و زمین صنعتی و اینا هنوز معلوم نیست. در پهلوی ازی وضعیت امنیتی و سیاسی قسمی است که یک تاجر یک سرمایه گذار او پیش بینی کرده نمیتونه که آیا ما باید یک گام به پیش برم یا نرم. یک حالت یک ابهام است، یک حالت مبهم است. یعنی وقتی یک بازرگان مسئولیت جانی نداشته باشه، مسئولیت مالی نداشته باشه، که ما گزارشات زیادی را حتی در مرکز افغانستان شاهدش هستیم، چگونه این بسته های تشویقی و این قوانین و این دسترسی به جواز میتونه واقعا اونا را دلگرم بسازه؟ در پهلوی ازی که امنیت تأمین میشه، همی که ما گفتیم بسته های تشویقی یا مو پکیج تشویقی بر سرمایه گذارا، یعنی می بسته ها شامل تمام زمینه موارد میشه. برق اگر شما بگویید، مثل که جناب وزیر صاحب پیشتر اشاره کردن، ما هنوز هم صاحب برق خود نیستیم. آیا یک سرمایه گذار به کدام تکیه، به کدام اعتماد او یک سرمایه گذاری بسیار کلان دیجا بکنه؟ ما شما هفته گذشته شاهد پرچوی دو ساعته برق در هرات بودیم که او برق از ایران وصل شده به ایران. شما باور کنین تا یک هفته فابریکات پرچاو بودن یا متوقف بودن، چون در جریان کار اگر ماشین های بسیار کلان شما پرچاو میشه، گذشته از اون ضرر از دو دوباره فعالسازی از اونا بسیار مشکل است. هنوز هم سرمایه گذار مطمئن نیست، یعنی نمیبینم یا این داره تحلیل کرده نمیتونه. یک ماه بعد، دو ماه بعد، وقتی که شما برنامه نداشتین و تو در یک حالت ابهام قرار داشتین، بسیار مشکل است و بسیار شکننده است. گذشته از این که سرمایه گذار خارجی تشویق نمیشه، یک حالت شکننده است. من دو مثال بسیار کوتاه از مثل عینک لوگر و از آهن حاجیگک اگر برتان بگویم، بعد گذشته از اینکه مشکلات حقوقی را داشته، نیجه مسائل امنیتی و مسائل قانونی دیگه بودن و بعض موارد دیگه اونا که دلایل داشتن ناشی از اینمی حالتی است که افغانستان متاسفانه در یک حالت نامعلومی فعلا، که هم شاید سال گذشته به طرف انتخابات ریاست جمهوری بریم، چند زمان بعد به طرف انتخابات پارلمان بریم و وضعیت به این شکل، ولایت و ولسوالی ها متاسفانه با گذشت هر روز سقوط میکنه و از این طرف یک اطمینان برای مردم نیست، یک کمی مشکل است. تشکر. واقعا فکر میکنین که سیگار با در نظر داشت تلاشایی را که حکومت افغانستان انجام داده و کارهایی را که آقای جریان اشاره کردن که در قسمت ساختن پالیسی ها کارهای صورت گرفته، و سیگار آمده باشه و بزرگ نمایی کرده؟ خب ما قسمی که قبلا هم اشاره کردم، البته سیگار مورد را که اشاره کردن ای بنیاد از این راپور بانک جهانی از دوینگ بزنس است و کار سیگار همونطوری که جناب منصوری صاحب اشاره کردن، که اینا یک اداره مفتش هستن، اینا یک اداره از این نیستن که اینا برن سروی بکنن و بررسی بکنن، بلکه گزارشاتی را که اینا نشر میکنن بر بنیاد بعضی تحقیقات و سروی ها و پژوهش های میباشه که نتایج از او را اینا انعکاس میتن، اما در یک چوکات مشخصی که اونا ماموریت دارن و او را باید انعکاس بدن. گزارش سیگار مسائلی را که انعکاس داده، ما معتقد هستم که واقعیت های جامعه مساوی را باید بپذیریم. گزارش شیگار میگه که افغانستان از یک سال به این طرف 2.5% رشد جی دی پی داشته، عواید ناخالص ملیش بلند رفته، که این را ما باید بپذیریم و رشد جی دی پی یک گام مثبتی است که ما عواید ما بلندتر رفته. اما بنیاد از این به اساس از این بوده که حکومت چون تکزیشن و یا روش اخذ مالیه و محصول از تاجرا یک مقدار سخت‌تر ساخته، و اگرچه که عادلانه و منصفانه نیست، یعنی میزان تکس مالیه که امروز بالای تجار و سرمایه گذار گذاشته شده، این غیر منصفانه و غیر عادلانه است. یکی از ویژگی های تکزیشن و گذاشتن مالیه و محصولی است که باید منصفانه باید باشه. امروز اسمی یا سکتور کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد افغانستان تشکیل میده. اینا با 4 تا مشکل اساسی و عمده مواجه هستند که از جمله واقعیت ها هست. گزارش سیگار هم بیشتر توجه کرده بالای از اینکه سکتور اسمی در افغانستان بسیار متضرر است و بسیار آسیب پذیر است، و 4 تا دلیل اساسی و مشکل اساسی که سکتور اسمی ما با او مواجه هستند. در گام اول میزان بلند تکس و مالیات است. حکومت به خاطر حمایت از سرمایه گذاری در قدم اول بالای سکتور کوچک و متوسط، زمانی که سرمایه گذاری صورت میگیره، باید میزان تکس و مالیه را باید یا معاف بسازه یا به اندازه کافی باید پایین بیاره. به خاطر از اینکه یک سرمایه گذار کوچک و متوسط در یک حوزه مشخص زمانی که سرمایه گذاری میکنه، در گام اول تجارت هم یک لایف سایکل و یا همو جریان خود داره تا بالاخره به یک مرحله
مچوریتی برش میگن که از زمانی که ایجاد میشه زمانی که رشد میکنه و بالاخره به یک مرحله خودکفایی میرسه، حداقل تا زمانی که تجارت های کوچک متوسط ما به مرحله خودکفایی میرسه حکومت باید میزان تکس و مالیات باید بالا از اینا پایین بره. چالش دومی که صدرای سکتور کوچک و متوسط در افغانستان قرار گرفته عبارت از بلند بودن میزان پرداخت به خاطر انرژی و برق است، عدم دسترسی به انرژی کافی و به برق و همچنان مقدار مبلغی را که تصدی های کوچک و متوسط به خاطر برق پرداخت میکنن نسبت به فابریک های تولیدی و یا صنایع بزرگتر ما باید به مراتب پایین تر باشه به خاطر حمایت از این سکتور. مورد سوم عبارت از بلند بودن کرایه زمین ها و جایدادها هست که در این قسمت هم حکومت باید پالیسی های مشخص و یا نرخ مناسبی را به خاطر ایجاد و یا به خاطر حمایت از سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط باید داشته باشه که در کدام نواحی کشور، در کدام شهرها، در کدام مناطق شهرهای بزرگ ما که اونجا تجارت های کوچک و متوسط شکل میگیره قیمت پرداخت کرایه و زمینی دسترسی به زمین و جایداد و اینا به کدام اندازه باید باشه. و بالاخره چالش چهارم میره که سکتور تصدی های کوچک و متوسط به او مواجه هستند عبارت از بلند بودن نرخ بهره بانکی است. در افغانستان حداقل 15%، 18% و 20% نرخ بهره بانکی است که بسیار بلند است و در هیچ کشور دنیا چنین یک نرخ سابقه نداره. این یکی از مکلفیت های اساسی بانک مرکزی است که بانک مرکزی به خاطر پایین آوردن نرخ بهره بانکی باید پالیسی مشخص باید داشته باشند، چون بانک مرکزی بالای مو فیسکال پالیسی و مانیتری پالیسی، پالیسی مالی، پالیسی پولی یکی از مکلفیت های بانک مرکزی است که در چوکات از این دو تا پالیسی نرخ بهره بانکی را در مجموع به خاطر حمایت از سرمایه‌گذاری باید پایین بسازند. مورد دومی را که سیگار اشاره کرده این واقعیت داره. سیگار میگه که 400 هزار نیروی کار اضافی در مارکت افغانستان همه ساله آماده میشه به خاطر کار، اما ما به خاطر جلب از اینا به خاطر ایجاد زمینه های کاری و زمینه های اشتغال چه برنامه و چه پالیسی داریم؟ در کجا اینا جذب شوند؟ نمیشه 400 هزار جوان ما یا نیروی کار ما همشان برن به سکتور عام جذب شوند. در هیچ کشور چنین یک مورد سابقه نداره. نهایتا 10-15-20% میتونه در سکتور عام جذب شوند. متوقع از اینا در سکتور خصوصی باید جذب ثابت ساخته که باز حکومت در همانگی با سکتور خصوصی حداقل زمینه جذب از اینا را مساعد میسازه. یعنی چنین مورد را فکر میکنید در حکومت انجام شده که حکومت به با سکتور خصوصی در یک تفاهم مشخص زمینه کار برایشان مساعد؟ خب یک نکته مثبت را که ما از آغاز حکومت وحدت ملی تا به امروز شاهد بودم اهمیت گذاشتن بیشتر بر اقتصاد است. این یک واقعیت است که ما نمیتونیم از این چشم پوشی بکنیم. قسمی که زمانی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت شخص جناب رئیس جمهور چندین جلسه را با نماینده سکتور خصوصی داشتند که ما هم با چندین جلسهش اشتراک کردم، اما با یک جلسه و با شعار ما نمیتونیم متاسفانه مشکل کلان اقتصادی خود حل بکنیم. ما به خاطر پایین آوردن فقر، کاهش فقر و به خاطر ایجاد شغل باید برنامه، پالیسی و پروژه های مشخص داشته باشیم تا برابر سرمایه‌گذار خارجی ما تقدیم بکنیم. وقتی که ما سرمایه‌گذار خارجی رو برش میگیم که ببین شما در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنین، قسمی که ما یکی از چشم دیدای خود براتون میگم، یک زمان یک سال قبل ما یکی از سرمایه‌دارای قطری را تشویق کردم و زمینه‌های پتانسیل اقتصادی که در افغانستان وجود داره در سکتور معادن، در سکتور زیربنا، در سکتور خدمات، در سکتور صنایع داخلی و تولیدی، ما اینو تشویق کردم که ببین شما در افغانستان سرمایه‌گذاری کنین. بعد از نیم ساعت صحبت و موضوعاتی را که ما تشریح کردم و ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در افغانستان ما داریم از ما یک سوال کرد، گفت که به عوض افغانستان چرا ما با فرانسه و با ایتالیا سرمایه‌گذاری نکنیم؟ و ما واقعا لاجواب ماندم. ما اگر می‌خوایم که یک سرمایه‌گذار بریم در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه، در گام اول ما در اون حوزه‌هایی که پتانسیل جلب سرمایه‌گذاری خارجی داریم باید مشخص بسازیم که یکی از اون سکتورهای عمده و اساسی ما معادن ما است، منرال‌های ما است. این منرال ها و معادن ما هیچگاه سرپوشش بلند نشد و حکومت وحدت ملی هم در آغاز کار خود در کنفرانس لندن که من اشاره کردم از جناب رئیس صاحب جمهور ما خواهش کردم که به خاطر معادن و منرال های افغانستان شما چه برنامه دارین، و جناب رئیس صاحب جمهور فرمودن که ما هنوز آمادگی نداریم که روی معادن افغانستان جلب سرمایه‌گذاری صورت بگیره. بدل از اینکه تشویش سازنده، بدل از اینکه اگر ما روی معادن کار خود آغاز بکنیم جنگ افغانستان میره بالای جنگ منابع و ممکن است ما با وضعیت کشور سودان قرار بگیریم و کشور به پارچه شدن حرکت بکنه. تشکر. آقای منصوری، واقعا فکر میکنین که حکومت افغانستان نتانسته در 5 سال گذشته ظرفیت های موجوده که در داخل افغانستان است به خاطر سرمایه گذاری او را تبلیغ بکنه برای کشورهای بیرونی و به یک نحو بتانه ظرفیت های موجود داخل برای مردم بکشه؟ نمیگیم که حکومت وحدت ملی نتانسته، حکومت وحدت ملی تانسته فرصت ها را بگویه. امی یک موضوعی را که بسیار خوب حکومت وحدت ملی تانست
هم در سطح منطقه و در هم در سطح جهان مطرح بکنه ای بود که فعلا دیگه منافع مشترک است، بلاک بندی ها به اساس منافع است یا دشمنی ها به اساس منافع است، تضاد و دوستی هر دوش به اساس منافع است. داشته های افغانستان چیست؟ در کدام عرصه ها بالقوگی ها وجود داره؟ ای را هم کشورهای همسایه می دانن و هم کشورهای جهان می دانن و ای را خوب هم حکومت وحدت ملی را هم خوب تبلیغ کردن. اما باز هم می آیم به اساس آن چیزی را که فعلا در راوند دومی سوال شما از دوستا شنیدم، جناب باوری صاحب، جناب جریان صاحب، از یارمل صاحب بحث کردن. از جریان بحث های از اینا بازم برتان میگم که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. میبینین تمام بحث های دوستا را که جمع میکنین، پس ما میایم در یک چهارراهی که هنوز بستر آماده نیست، هنوز زمین نداریم، هنوز امنیت نداریم، هنوز برق نداریم، هنوز پالیسی های تشویقی ما مشخص نیست، هنوز نمیتونیم بعد از نیم ساعت گفتگو با یک بازرگان یا سرمایه‌گذار خارجی او را تشویق کنیم که بیاد افغانستان سرمایه گذاری کنه و بالاخره در یک جمله میگه که چرا در فرانسه سرمایه گذاری نکنه. به نظر من نظر داشت چه موقعیت جغرافیایی که افغانستان فعلا داره و با مشکلات سیاسی موجوده که داره و با همو ظرفیت هایی که در بخش سرمایه گذاری داره، اگر این سه بخش مد نظر بگیرین، راه حلی که شما پیشنهاد میکنین که در حداقل در 5 سال گذشته روی ازو تمرکز نشده باشه، که اگر تمرکز شوه میتونه ما یک سرمایه گذاری خوب داشته باشیم، چی هست؟ یکی از اون رای حل هایی است که پیشترم زیارمل سه باو اشاره کردن و آهنگ انکشاف و توسعه هم از این نقطه در دیگه کشورها آغاز شده، اوی است که ما یک حکومت اقتصاد محور داریم. بالاخره بعد از 15 سال ما صاحب یک حکومت استیم که با تمام مشکلاتی را که داره بالاخره بالای اقتصاد و در محوریت اقتصاد داره کار میکنه تا مردم از این بیچارگی و فقر و بدبختی بیرون بکنه. اما حکومت به تنهایی کار کرده نمیتونه. پیشنهاد ما است که با استفاده از این فرصت خود مردم، خود قشر روشن جامعه افغانستان وارد عمل شوند. استعدادها کمبود استعداد در افغانستان نیست، من ای را بخی به اطمینان میگم. اینجا هستند کسانی که میتونن نظر بتن، میتونن طرح بتن و اگر زمینه و فرصت کاری برشان مساعد شوه میتونن کار بکنن. یعنی و... به عنوان نتیجه گیری بحث شما ای است که حکومت بیای از این ظرفیت های داخلی استفاده کنه در قسمت رشد اقتصادی، استفاده بکنه برای ملت. ما ای را فرصت میدانم برای ملت که حکومت اقتصاد محور است و برای حکومت ای را فرصت میدانم که از نگاه نفوس جوانترین کشور در زمره کشورهای دنیا با اثر آمار را که ملل متحد ارائه کرده افغانستان است. نیروی کار جوان دارین، فرصت آماده شده، مردم با حکومت دست یک جایی بکنن، بالاخره سر اون چیزهایی که تا امروز کار نشده بالاخره کار شروع بکنه. تشکر. که راه حل شما چی است؟ اگر فساد اداری نباشه و در پهلوی ازی دولت کم انعطاف پذیری بکنه، چنانچه زیارمل صاحب گفتن که بگذارن یک متشبس که برسه به مرحله انتفاعی خود برسه، باز بعد از او سر از او تمام امو عوارض گمرکی و مالیاتی و تمام پرداختایی که هستن مطابق قانون از پیش گرفته شوه. آقای زیارمل از شما میشنویم. بسیار خوب. البته ما چالش ها و مشکلات متعدد است، همون طوری که مهمانای برنامه عرض کردن، و خوب است بیان روی راه حل ها صحبت بکنیم. ما چند تا پیشنهاد دارم به خاطر از این کزی وضعیت بیرون شویم و در نهایتا شغل ایجاد بکنیم و فقر کاهش بدیم. در گام اول اگر ما میخواهیم سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوه که یگانه راه حل ما است، دیگه هیچ راه حل دیگه ما نداریم، امنیت ما، میزان جرم و جنایات، فساد، همش وابسته است بر از اینکه ما زمینه کار و اشتغال بر مردم نداریم، زمینه سرمایه گذاری وجود نداره و ما یک کشور فقیر هستیم و 57% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه و بیشتر از 40% میزان نرخ بیکاری ما هست. گپ اخیر از شما میشنویم که فرمایشات دوستا چقدر قابل عملی است و چقدر مورد پذیرش حکومت. تشکر. بسیار موضوعات خوب را دوستا یادآور شدن و تمامی موارد هست که در سندی که به نام PSDNPP یا Private Sector Development National Priority Program هست در این انعکاس یافته. موضوعی که روی تمام از این بحث ما توافق داریم، سندی که به نام PSDNPP هست، این بر اساس امو Public Private Dialogue که دولت با سکتور خصوصی داشت این سند ترتیب کرده. در این سند شاخص های مشخص، یعنی 10 شاخص DBI ریفورم از اینا
در مراحل مختلف مد نظر گرفته شده. یک موضوع در این سند حمایت از صنایع داخلی به شکل بسیار واضح گفته شده، موضوع تعرفه‌های گمرکی و معافیت از تعرفه‌های گمرکی برای بخصوص برای تشویق سرمایه گذاری‌هایی که اقلیت هستند و یکی از شاخص‌های دی بی آی هم هست، به طور بسیار واضح انعکاس یافته. تشکر، سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.